رکن بین المللی لیگ های حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگران ویژه ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران گردید. گزارش فدراسیون لیگ های حقوق بشر با عنوان مجازات اعدام سیاست دولتی ایجاد وحشت، گوشه ای از کارنامه 30 سال کشتار و جنایت رژیم ایران در حق مردم ایران را مورد بررسی قرار داده و به نبودن حق محاکمه عادلانه، اعدام نوجوانان، نقض حقوق اقلیت های مذهبی و قومی و مجازات های ضد انسانی نظیر سنگسار پرداخت است. در این گزارش با عنوان کشتار 1367 آمده است، در تابستان 1367 به دستور مستقیم خمینی مقام‌های قضایی ایران محاکمه‌های سوری مجددی برای عده زیادی از زندانیان سیاسی برپا کردند که پیشتر محاکمه شده و دوران حبس خود را می‌گذراندند و سپس بسیاری از آنها را اعدام کردند. مقام‌های رژیم ایران هرگز به این اعدام‌ها اذعان نکردند و همواره و هر سال مانع کوشش‌های خانواده‌های قربانیان برای برگزاری سالگشت اعدام‌ها شدند. طی ماه‌های اخیر اقداماتی در جهت تخریب گورستان خاوران، محل دفن برخی از این اعدام شدگان صورت گرفت که مورد اعتراض خانواده‌های آنها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج ایران قرار گرفت. فدراسیون بین‌المللی لیگ‌های حقوق بشر با اشاره به اعترافات منتظری و برملا شدن نامه خمینی دشقین با دستخط خود وی نوشت: به حکم خمینی کلیه زندانیان پایبند به باورهای خود محارب هستند و باید به مرگ محکوم شوند. در نامه بعدی در پاسخ به رئیس قوه قضاییه که خواهان توضیح درباره زندانیان در حال گذراندن حکم حبس شده است، خمینی حکم خود را دوباره تایید کرده است. فدراسیون بین المللی لیگ های حقوق بشر در گزارش خود افزود: به فرمان خمینی در تهران کمیسیونی 3 نفره شامل رئیس دادگاه های انقلاب نگری، دادستان عمومی تهران مرتضی اشراقی و نماینده وزارت اطلاعات مصطفی پور محمدی تشکیل شد. کمیسیون های مشابهی نیز در مراکز استان ها برپا گردید. این کمیسیون ها با وجود فقدان مجوز قانونی در واقع به عنوان دادگاه عمل کردند. تمام گزارش ها هم رأی هستند که محاکمه های سوری تنها چند دقیقه به طول انجامید و در آنها به هیچ وجه امکان تعیین وکیل با طرح کردن لایحه دفاعی وجود نداشت. به قالب زندانیان حتی گفته نشد که دوباره محاکمه می شوند. آنها را به این باور هدایت کردند که پرسش ها به منظور جابجایی به بندهای دیگر در داخل زندان هاست. از زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق ایران درباره وابستگی سازمانیشان سوال می شد. در صورتی که آنها پاسخ می دادند سازمان مجاهدین، محاکمه بلا فاصله به پایان می رسید. در صورتی که زندانیان بر هویت سازمانی خود تاکید می کردند و نام مجاهد خلق را می گفتند، محاکمه بلا فاصله به پایان می رسید و زندانی برای اعدام اعزام می شد. فدراسیون بین المللی لیگ های حقوق بشر تصریح کرد بسیاری از زندانیان در این محاکمات فرمایشی و چند دقیقه‌ای اعدام شدند. در گزارش فدراسیون، رژیم ایران به عنوان رکورددار اعدام نوجوانان در جهان معرفی شده است. همچنین اسامی و مشخصات بیش از 40 تن از نوجوانانی که توسط این رژیم اعدام گردیدند درج شده است. گزارش فدراسیون بین المللی لیگ های حقوق بشر که همراه با جداول، نمودارها و عکس‌های متعددی از جنایات رژیم آخوندی است، این رژیم را به توقف اعدام‌ها و مجازات‌های ضد انسانی نظیر سنگسار فرا می‌خواند. فدراسیون بین‌المللی لیگ‌های حقوق بشر همچنین از جامعه بین‌المللی می‌خواهد به گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های فراقضایی فوری و خودسرانه مأموریت بدهد تا به منظور تحقیق درباره کاربرد مجازات اعدام در نقض موازین بین المللی حقوق بشر و نقض حق زندگی از جمله مرگ در زندان از ایران بازدید کند. این فدراسیون از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز می خواهد
پرونده اعدام‌ها و محاکمات کیفری در ایران را مورد بررسی قرار دهد. رژیم ضد بشری آخوندی در یک اعدام جمعی 5 زندانی از جمله یک زن را در زندان